سلام عزیزان من، میخوام یه شعر از شیخ اجل بخونم، سعدی، و بعد مدیتیت کنیم. نفس بگیرید، راحت بشینید و شعر رو براتون میخونم. راجع به حضرت محمد که میگن شبی برنشست از فلک برگذشت. شبی برنشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در سدره جبریل از او جای ما. داره سفر معراج حضرت محمد رو میگه چنان نشست و عبور کرد که در سدره که یکی از منازل عالم بالاست، جبریل از او باز ماند. یعنی حضرت محمد هنوز داشت میرفت ولی جبریل ایستاد. کجا؟ در سدره. بدو گفت سالار بیت الحرام، یعنی حضرت محمد، بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ حضرت محمد بهش گفت جبریل چرا ایستادی؟ حالا که منو مخلص و خالص خودت دیدی، رسیدیم به سدره، من دارم میرم، چرا نمیای؟ بدو گفت دیگر مجالم نماند، بماندم که پرواز بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد برم. مقام حضرت محمد و نهایتاً مقام انسان رو داره میگه که انسان میتونه از سدره عبور کنه ولی جبرئیل نمیتونه از سدره عبور کنه. چرا؟ میگه موندم دیگه پرواز بالم، بعد از سدره اگر بپرم فروغ تجلی بسوزد برم. میخوام ازش بهره بگیرم و بگم مقام انسان چه مقام والایی. حسش کنید، تصویرش رو توی ذهنتون بسازید که جبرئیل آمده و داره حضرت محمد رو با خودش میبره و رفتند. چشاتونو ببندید. رفتند، جبرئیل به جلو، حضرت محمد به دنبال، به سدره رسیدن، از آسمان ها گذشتن. توی سدره جبرئیل موند. حضرت محمد گفت چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم ز صحبت چرا تافتی؟ بگفتا که دیگر مجالم نما. اگر یک پر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد برم. تصور کنید گفتگوی حضرت محمد رو با جبرئیل و محمد ادامه. چشاتون بسته است، این تصویر زیبا رو ببینید که جبرئیل آمده و شمایی رو که آینه ساختید، خودتون رو پالایش کردید و
و در این مسیر اعلام کردید که من آمادم. تصویر رو ببینید، سوار بال فرشته ها بشید و توی این سال نو، قرن نو، برید و چون اعلام کردید میتونید عبور کنید. مطمئن باشید که فروغ تجلی هرگز شما رو نمی‌سوزانه، چون اعلام آمادگی کردید. این تصویرسازی زیبا رو توی ذهنتون و توی قلبتون داشته باشید و حس کنید که تمام وجودتون در نور و در آرامشه و توی این نور و آرامش آرام آرام سبک و سبکتر شدید. طوری سبک که به صدا و ندای فرشته درون از جا کنده میشید، در آغوش نفس و با کمک نفس و راهنمای پیر خرد خضر وجود حرکت کنید. سبک از فضایی که توش نشستید بالا میرید، از بالا اتاقتون رو میبینید، هیچ گونه ترس توش نیست، فقط عشق و آرامشه، چون خضرتون و مربیتون داره جلو میره. پیر خرد راهنمای شماست. ببینید بالا رفتید، شهرتون رو میبینید، فضای دوربر رو میبینید، بالا و بالاتر و کره زمین رو میبینید. چه لذتی، چه حال و هوایی، سبک. تا چشم کار میکنه سپیس و شما با راهنمایی که در جلوی شما حرکت میکنه دارید در سپیس فضای خالی حرکت میکنید. ببینید چه حس و حالیه. نور اطمینان و عشق تو تمام وجودتون، دلتون از عشق گرمه و دارید خالی سپیس فضا زلال شفاف و عاشقانه جلو میرید. به هر طرف نگاه کنید، همه جا خالی، فضا خالی، زلال، پاک، در تعادل و در هماهنگی. دست راست نگاه میکنید، خالی، هیچ. دست چپ نگاه میکنید، خالی، هیچ. گرد تا گرد
زلال، سرشار، زنده و هیچ. اینجا جاییه که فقط آگاهیه، فقط عشق. آگاهی و عشق کوچکتون رو پیشکش آگاهی و عشق ازلی کنید تا ببینید چگونه مهربان پذیرا هستن. توی این فضای سرشار به اطرافتون نگاه کنید و این بزرگی و زیبایی رو به خاطر بسپارید. به یاد داشته باشید که کجا آمدید. و اون من کوچک رو به اون عظمت آفرینش هدیه کردید. عاشقانه دوباره نگاه کنید. چون آرام آرام میخوایم برگردیم. سپاس و قدردانیتون رو اعلام کنید و آرام برگردید. مثل اینکه تو بهترین جای ممکن بودید. دلتون نمیخواد برگردید ولی برمیگردید، چون از این جایی که بودیم داریم هدیه میاریم برای عزیزان. از این سرشاری، از این زلالی، از این پاکی آرام آرام به کره زمین نزدیک بشید. عاشقانه از این چیزی که هدیه آوردید ببارید بر روی کره زمین و بعد وارد فضا و شهرتون بشید، وارد اتاقتون بشید، بنشینید و از بالای سر آرام وارد قلب بشید. در بارگاه قلب الان میتونید عزیزانتون رو، دوستانتون رو، کسانی که نیازمندند دعوت کنید و شفا بدید. این هدیه‌ای که آوردید بسیار گرانقدره. این رو توی قفسه سینه‌تون حفظ کنید و از امروز، از اون لحظه‌ای که چشمتون رو بعد از این مدیتیشن باز می‌کنید، این زلال سرشار رو با آگاهی توی زندگیتون پخش کنید. این آگاهی رو داشته باشید هر جایی به نیازمندی میرسید از این زلال بهش بدون کلام ببخشید. هر جا بیماری هست بدون کلام با این زلال وارد بشید. مبارکتون باشه تو این سال نو. خدا نگهدار.